بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که باز در خدمتتان قرار داریم از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور. با امیدی که درس‌ها برای شما عزیزان مفید تمام شود، میریم به طرف درس دیگه از ریاضی صنف نهم. به ادامه درس‌های قبلی تحت عنوان دسته‌بندی داتاهای پیوسته. دسته‌بندی داتاهای پیوسته. صفحه چند دوست عزیز؟ صفحه 201. خب دوستا، قبلا ما و شما در درس گذشته راجع به دسته‌بندی براتون معلومات دادم که چطور دسته‌بندی صورت میگیره. با دو طریقه را گفتیم در دسته‌بندی با کار میبره. یکی ساحه تحول تعیین میکنه. ساحه تحول چی بود؟ بین کمترین و زیادترین مقدار داتا، این ساحه تحول. دیگه چی را؟ طول دسته را تعیین میکنیم. طول دسته را چطور تعیین میکنیم؟ اینمی بین کمترین و زیادترین، وقتی که ما پیدا میکنیم تفاوتش عدد، تقسیم چی میکنیم؟ تقسیم تعداد دسته میکنیم. این پیدا میشه دستای عزیز طول دسته، و بعد از او باز میبریم میشه در روی دستگاه کمیات وضعیه که خط X طول دسته را نشان میداد و خط وایش باز کسرت داتا را نشان میداد که از چقدر تا چقدر شفاخانه مریض در درس پیشتر، و باز در روی محور وای چند تا شفاخانه میتیداد مریض داره که او را باز کسرت داتا گفتیم. انشالله که شما در راجع به دسته‌بندی در درس گذشته که معلومات دادم حتما یادتان هست. خب بیایم این که اینجا داتاهایی را جمع میکنیم. داتا را دیگه منا کردیم، اطلاعات جمع‌آوری شده به نام داتا. اینان این یک کلمه دیگه آورده، داتای پیوسته. داتای پیوسته کدام داتا را میگه؟ دوستای عزیز، داتای پیوسته او داتایی را میگه که سرحد بالایی یک دسته مساوی به سرحد پایینی دسته قبلی باشه. چطور؟ مثلا شما در کتابتان مراجعه کنید دوستای عزیز، در اینجا در همین مثالش 25 موتر اطلاعاتش جمع‌آوری شده از سرعتش. از 25 موتر سرعتش آمده که اینقدر سرعت اینا داشتن. خب شما اگر سرعت مجاز در کتابتون گفته که 30 کیلومتر در ساعت باشه، شما بگوین که چند تا از این موترها خلاف رفتاری کرده، این که چقدر این سایه دقیق است. این خوب اطلاعات جمع آوری شد از چند موتر؟ از 25 موتر. اطلاعات هم که جمع آوری شده نامنظم، ما باید اول جدول کسرت چجور کنیم، بعد از اون باید دسته‌بندی کنیم. دسته‌بندی یعنی بین کمترین و زیادترین. بعد از اون باز وقتی که را تعیین کردیم بین کمترین که ساحه تحول یا وسعتش بود، بعد از اون باز زیر تقسیم تعداد مقدار دسته کنیم که با چند دسته تقسیمش میکنیم که در اون صورت باز طول دسته به دست میاد. و اینان گفت سر داتای پیوسته بود. خب ایران براتون را میگیم، روشش خود در درس قبل آموختین، و باز ارزشش را براتون میگیم که باز تعیین میشه که چند موتر خلاف رفتاری کرده. خب اینان دسته‌بندی شده. سرعت موترایی که از 20 تا 30 است، کمترینش 20 است، زیادترینش 66 است. اینال بین 20 و 66 به دسته ها ما تقسیم کردیم با اون روشی که قبلا براتون گفتم. بین کمترین و زیادترین تفاوت عدد پیدا میکنیم، تقسیم که با چند دسته تقسیم میکنیم که تقسیم کردیم طول دسته پیدا میشه. خب از 20 تا 30 4 دانه موتر است که سرعتشان همه قدر است. اینه داتای پیوسته. این نیست، شما ببینید از 20 تا 30، از 20 تا 30 سرحد آخری دسته اول 30 است، این سرحد اول سرعت بعدی است. چطور؟ از 20 تا 30 4 تا موتر، اینال بلا فاصله از 30 تا به 40، این همون 30 که سرحد پایانی بود برای دسته اول، سرحد اولی است برای دسته بعدی. این داتای پیوسته میگه. داتای پیوسته او رو میگه که عددی که در ختم دسته اول است آغاز باشه اونمو برای دسته بعدی. از 20 تا 30 4 تا موتر،
ایران چسبیده به می که 30 دقیقه آمد در سه دوم تا 40 9 دانه موتر، از 40 تا 50 7 دانه موتر، از 50 تا 66 که سرعت داره 5 موتر که سرجمو 25 موتر پرشت که اینا بسنجیم. سرعت مجاز چند گفته بود دوست عزیز؟ 30. اینا 21 موتر، 21 موتر سعی کنین اگر سرعت مجاز 30 باشه اون از همون قسمت بگیریم که 30 تا 40 دسته دوم که است نی؟ اونمون 30 سرعت مجاز است. دیگه 9 دانه یکی، 7 دانه دیگه، 5 دانه هم دیگه 9 و 16، 16 و 5 21، 21 موتر خلاف مجاز رانندگی کردن، خلاف مجاز ترافیکی که 30 کیلومتر در ساعت باشه 21 موتر خلاف رفتاری کردن. این ما توسط چی دوست عزیز پیدا کردیم؟ توسط احصایه. دیدیم که احصایه و سیستم ها یا روش هایی که برای احصایه گیری با کار میره اینا ببینیم. ما گفتیم که جای پای خود احصایه و تمام شونات زندگی انسان رو باز کرده، تعلیم و تربیه، صحت، ترافیک، تحقیقات علمی و تمام مسائل. بدون احصایه دیگه نمیشه که آدم کار خود پیش ببره. اینا فهمیدین شما دوست عزیز اهمیت احصایه را دلمی موردم براتون برجسته شد و داتای پیوسته را براتون مناکده تانستم و روش دستبندی را هم نظر به درس گذشته علی بیشتر آموختیم. انشالله که فراموشتان دوست عزیز نمیشه. یک بار دیگه اثر متوجه شد عنوان درس ما چی بود؟ دستبندی داتاهای پیوسته. خب چطور ما اطلاعاتی که از یک جای بر ما میرسد یک مورد چطور این دستبندی میکنیم؟ ما گفتیم یک طریقه وجود داره. او طریقه چطور است؟ در قدم اول وسعتش یا ساحه تحولش تعیین میکنیم که کم از کمترین شروع تا زیادترین. مثلا در همین موترها کمترین سرعت کدام موتر داشت؟ 20. زیادترینش چی؟ 66. بین کمترین و زیادترین این میره به نام ساحه تحول یا وسعت داتا میکنن. خب اینان ما چطور طول دسته را چطور تعیین میکنیم؟ که از چند تا چند بگیریم اینمی بین کمترین و زیادترین تفاضلش پیدا میکنیم. تقسیمی چی میکنیم؟ تقسیمی که به چند دسته ایده تقسیم میکنیم. وقتی که تقسیم کنیم طول دسته پیدا میشه. خب اینال طول دسته که پیدا شد اینجا یک نقطه اکبر شد که طول دسته های پیوسته. پیوسته چی رو میگه؟ مثلا صورت موتر را دیدیم که دسته اول از 20 در کتابتان هستی متوجه جدول خواستین از 20 تا 30، از 20 تا 30 کیلومتر فی ساعت دسته اول است. اینال سی سرحد یا آخری سر دسته اول اینمی چسبیده بدون کم و کاست سرحد اولیست برای دسته دوم. ببینید از 30 تا 40 با دسته دوم میشه که 9 متر میشه، 9 متر. اما طور باز چسبیده با او از 40 تا 50 7 متر میشه، از 50 تا 66 5 متر میشه. این داتای پیوسته است که سرحد ختم یک دسته آغاز است برای دسته بعدی بدون کم و کاست. خب چی فایده؟ اون فایده شفا میدین که برای ما اینطور اول داده شد که یا گفته شد که سرعت مجاز در شهر رانندگی 30 کیلومتر فی ساعت است. خیلی شما از روی یمی 25 نوع موتری که در شهر رانندگی کرده برای شما احصایه گیری کردین خیلی بگوین که چقدر موتر قابل ازی هست که جریمه شد. وقتی که محاسبه میکنیم 21 موتر. چرا 21 موتر؟ سرعت مجاز چند است؟ 30. 30 رو میکشه. از 30 تا 40 هم غیر قانونی است، از 40 تا 50 هم غیر قانونی است، از 50 تا 66 هم غیر قانونی است. خیلی از 30 تا 40 چند تا موتر؟ 9 موتر. از 40 تا 50 چقدر؟ 7 موتر. و از 50 تا 60 چند موتر؟ 5 موتر. سرجمش 21 موتر. از جمله 25 موتر 4 تاش، 4 تاش سرعت قانونی خود داشته، 21 موتر غیر قانونی است. پس به این ترتیب ببینید دوست عزیز که احصایه و روش دستبندی و اهمیتش انشالله آهسته آهسته درک کرده. خب برین به طرف فعالیت سینفیتان. فعالیت سینفی چی از دوستای عزیز؟ یک درجه ذکاوت است، تمرین صفحه 202. این امیر با عنوان فعالیت سینفی کار کنین. فعالیت سینفی تمرین صفحه 202 را کار کن. این دو را کار کن. این درجه ذکاوت یا IQ یک تعداد شاگردا هست
از 34 شاگردن. چطور ما اینو میره که در سال اول مکتب آینا آمدن، چطور همی IQ از یه را ما اصلاحی گیری میکنیم، اینه تو سایدیز کار میکنیم. تشکر از توجهتان، تا ساعت دیگه که در خدمتشان قرار بگیریم، شما را به خداوند یکتایی بی همتا مسپاره بشکنیم.